ایجاد پایگاه های نظامی ایالات متحده در افغانستان از موضوعاتی است که ظرف چندین سال در کشور واکنش های داخلی و خارجی را برانگیخته است. هرچند پیش از این مقامات آمریکایی و افغان قصد واشنگتن برای ایجاد پایگاه نظامی در کشور را رد می‌کردند، اما در تازه‌ترین مورد روز گذشته رئیس جمهور کرزی در سخنرانیش برای اشتراک کنندگان لوی جرگه سنتی گفت در صورتی که ایالات متحده شرط های افغانستان را بپذیرد می‌تواند در کشور پایگاه نظامی ایجاد کند. ما حاضر هستیم با آمریکا پیمان استراتژیک بسته کنیم، تسهیلات نظامی میخواد برش میدیم، ولی افغانستان با دیدگاهش و منفعتش واضح و ثابت باشه. اما برخی آگاهان با آنکه ایجاد پایگاه های این کشور در افغانستان بر اساس شرایط خاص را به نفع کشور میدانند، میگویند آمریکا تلاش دارد با داشتن پایگاه های دائمی در کشور بقای خود در آسیای مرکزی را حفظ کرده بر پیگیری اهداف استراتژیک خود ادامه دهد. آنان همچنان میگویند دولت افغانستان باید در این مورد شرایط سختگیرانه تر را بر اساس منافع ملی کشور وضع کند. وقتی پایگاه آمد و اینجا امضا شد و ای که با چین چی میکنند؟ اختیاری داده بود که حالا نوبت چین رسیدی که ما چی میکنین. 20 نفر از رهبرای مسیحیت در چین کشته شده، ما مبارزه میکنیم. اینجا به عنوان پایگاه خود به خود هر دقیقه و هر نوع تمایلی با امضا و بقایش جاها در علیه نظام نکه اجازه میده و بلیش از هر طرف روز افزون خواهد بود. یک بیس آمریکایی یا بیس انگلیسی در این مملکت وجود داشته باشه که از تعرضات همسایه ما جلوگیری، نمارم یک تیمش تنابم و بیسایش باشه، نه ای که بر تا سر افغانستان پراگنده باشه، مثل که بقیه دنیا کرد، مثل که سعودی کرد، مثل که کوریا کرد، مثل که ژاپن کرد، مثل که آلمان کرد و استفادهش امروز هر کدامشان گرفتن. اگه به او باشه خود چیز بسیار خوب است. بانک آقای کرزی نسبت به عدم استفاده از پیمان راهبردی افغانستان و آمریکا بر علیه کشور سومی اطمینان داد، اما برخی آگاهان این گفته ها را برای کسب اطمینان همسایه های کشور ناکافی دانسته، خواهان دریافت تضمین بزرگ از سوی آمریکا شدند. با در نظر داشت مثلا تمامیت ارضی افغانستان، اگر پیمان با آمریکا عقد میشه به نفع ملت افغانستان است. در غیر از اون ما باید اونمو پاکستان و کشورهای دیگه به سرنوشت ما حاکم خواهد شدن که باز وقت ما فکر نکنم که به نفع افغانستان باشه. کسای مخالفت با پیمان استراتژیک میکنن، طبعا به نفع کشورهای همسایه ما باید کار بکنن. با این همه قرار است رئیس جمهور کرزی مشوره های اعضای لوی جرگه عنعنوی در مورد پیمان راهبردی میان افغانستان و ایالات متحده را برای تصویب به شورای ملی بفرستد و در صورت تصویب نخستین پیمان راهبردی را با یک کشور قدرتمند جهان امضا کند. شیر بد میبره خدا خانهش کسی بیگانه داره.